که گدولد چه معنی داره و چطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب دی گدولد به معنی صبر و تحمل هستش. حالا در قالب جملات کاربردی میبینیم که چه استفاده ای داره. میگم که دی گدولد هب اش نشت شتوندن لانگ شتیل سو زیتسن. دی گدولد هب اش نشت شتوندن لانگ شتیل سو زیتسن. میگه این تحمل رو من ندارم که ساعتها بی حرکت یه جا بشینم. درست؟ دی گدولد هب اش نشت. جمله نبنزاتمون چی بود؟ اش زیتسه شتوندن لانگ شتیل. خب چون دوتایش داره و کننده کار یک نفر هست، میتونیم جمله بعدی رو بین فعلش زو بذاریم چون تخمبا هستش. دیگه دولت هب اش نشت شتوندن لانگ شتیل زو زبزن. سلام دوستان، در این درس میخواییم با همدیگه ببینیم چطوری میتونیم به آلمانی بگیم یک کاری و یا یه چیزی مثل آب خوردن میمونه. یعنی چی؟ یعنی خیلی آسونه، خیلی ساده است. خب در این حالت ما میتونیم بگیم که به طور مثال das ist kinderleicht. Das ist kinderleicht. Kinderleicht یعنی انقدر آسون مثل برای بچه‌ها، ولی معنیش این میشه که یه کاری خیلی آسونه یا خیلی بی زحمت میشه انجام داد و یا به اصطلاح فارسی مثل آب خوردن میمونه. Das ist kinderleicht. دیگه میتونیم بگیم که این موبایل کار کردن باهاش خیلی آسونه، مثل آب خوردن کار کردن باهاش خیلی آسونه. Dieses Handy ist kinderleicht zu bedienen. Dieses Handy ist kinderleicht. دیگه پرکاربرد آلمانی رو یاد بگیریم که معنی قبلنا، اون وقتها، آن زمانها، در آن زمان و آنگاه رو میده. واژه دامالز هستش. دامالز موقعی که ما میخوایم یه چیزی رو تعریف کنیم، میگیم قبلنا اینجوری بود یا قبلنا اون کار رو میکردم یا یه کار دیگه میکردم. شما میتونید از واژه دامالز استفاده بکنید. خب من میتونم بگم ایش وا دامالز این یاپان. ایش وا دامالز این یاپان یعنی من قبلنا در ژاپن بودم. ایش وا دورت زه شون. ایش وا دورت زه شون یعنی اونجا خیلی زیبا بود. به چه معنی هست؟ خب ما در این درس میبینیم چه معنی میده و چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم. فراموش نکنید که دویچ پرزیش تیوی علاوه بر اینستاگرام، یوتیوب و فیسبوک، در تلگرام هم در اختیار شما هست و در اونجا هم میتونید مطالب جالبی رو در ارتباط با یادگیری زبان آلمانی پیدا کنید. آدرس کانالم هست دپه تیوی اینز، همونطور که تصویر مشاهده میکنید. خب اوبریگنز یعنی چی؟ اوبریگنز یه ادورب هست یا قید و به معنی ضمناً، در ضمن هستش. چطوری استفاده میشه؟ بعضی مواقع که به زبان آلمانی شما با یکی صحبت میکنید و حالا کسی رو نمیشناسید و هی صحبت میکنید، راجع به یه موضوع صحبت میکنید و در آخرش میخواید خودتون رو معرفی بکنید به طرف یا با همگی بیشتر آشنا شید، میگید که ich bin احسان اوبریگنز. یعنی که ضمناً اسم من احسان هستم. خب یا جای میتونستیم جاش هم عوض کنیم، میتونستیم بگیم übrigens bin ich احسان به طور مثال، یا شما میتونید اسمتون رو بذارید ich bin احسان übrigens، یعنی ضمناً در ضمن من احسان هستم. یه مدل معرفی کردنه در زبان آلمانی. جمله بعد میگم در ضمن میتونی به من یه کمکی هم بکنی. übrigens könntest du mir einen Gefallen tun. ضمناً میتونی به من یک کمکی هم بکنی، یه لطفی در حق من بکنی.